بینندگان حاضر در وبینار خدمتون هستم در ارتباط با مدیریت تغذیه در مرحله داشت زراعت چغندر قند. بزرگواران صدامو دارید؟ اگه لطف بفرمایید یکی از دوستان اعلام کنه صدای من رو داره ممنون میشه. بله، این خدمتون که عرض کنم در ابتدا قبل از اینکه حالا ما بریم مطالب رو شروع کنیم، ببینید عنوان صحبتی رو که گذاشتن برای بنده نوشتن مرحله داشت. اصلا چرا ما میگیم به اصطلاح تغذیه چغندر قند در مرحله داشت؟ به خاطر اینکه و این مبنای تقسیم بندیش چیه؟ ببینید ذات کودها، ذات عناصر غذایی و ترکیب اونا جوری هست که ما مجبوریم بعضی از کودهای شیمیایی رو در ابتدای فصل رشد مصرف کنیم و بعضی رو در طول مدت رشد که به اصطلاح همون مرحله داشت هستش. دقت بفرمایید، اینی که من میگم آیا همیشه، من تو حالا صحبتهای قبلیم هم گفتم اینجا هم میگم، یه اشتباه یا یه به قول معروف بحث غلطی تو ذهن دوستان و حتی گاهن کارشناسان ما جا افتاده که همیشه فکر میکنن که ما باید یک سری از کودها رو ابتدای فصل استفاده کنیم، یک سری از کودها رو در مرحله داشت یا همون در مرحله نگهداری محصول استفاده کنیم. نه، این نیست. ببینید اون ماهیت منابع کودی هست که به ما میگه آقا چه زمانی استفاده کن. و این رو میخوام بگم، ما حتی فسفر، پتاسیم و کلیه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه رو ما میتونیم در کلن اصلا ابتدای فصل استفاده نکنیم و کلن در مراحل داشت استفاده کنیم، به شرطی که منابعی رو که ما در اختیار داریم منابع قابل حل در آب باشه که ما بتونیم این رو استفاده کنیم، مثل کود اوره. ولی منابع فعلی که در اختیار ما هست، مثل منبع فسفر، مثل منبع پتاسیم، این منابع به گونه ای هست که ما مجبوریم ابتدای فصل استفاده کنیم، نه اینکه باید استفاده کنیم. یعنی اون منبع کودی، نوع ترکیب که نامحلوله، به ما میگه باید با خاک قاطی بشه که قابل استفاده و قابل جذب اون عنصر غذایی مورد نیاز از اون ترکیب کودی در اختیار گیاه قرار بدیم. این رو فقط گفتم که بدونید این بحث تغذیه، بحث داشت و قبل از کاشت یا همزمان با کاشت به چه دلیلی نامگذاری شد. خدمت بزرگواران عرض کنم که در ارتباط با فهرست کلی که من امروز در خدمت شما بزرگواران هستم، البته عذرخواهی میکنم شاید من یکم تند صحبت کنم، شاید بعضی از مطالب رو ناقص بگم به خاطر محدودیت زمانی که هست و حجم زیاد مطالب در خصوص تغذیه، چون واقعیت تغذیه یه روز کامل رو میطلبه که با افراد بنشینی و رو در روی همدیگه در ارتباط با تغذیه صحبت و بحث بشه. در هر حال مطالبی رو که من امروز در خدمت شما هستم، دو تا مطلب کلیه، یکی عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت ریشه با روی کرده حاصل خیزی خاک و تغذیه این گیاه در چغندر پاییزی و یکی هم مناسب ترین زمان، مقدار مصرف، چگونگی مصرف، نوع منابع کودی شیمیایی عالی و ریز مغذی در به اصطلاح تولید چغندر قند و در راستای تولید کشاورزی پایدار. خدمت دوستان که عرض کنم، ریز مطالبی رو که باز در خدمتون هستم، دوستان من عمدن این بحث راندمان، اثر بخشی و بهره‌وری رو آوردم، چون اکثر دوستان ما، من دقت کردم که معمولا این مطالب رو جابجا میگن یا به جای همدیگه میگن، من یه تعریف ساده از راندمان، اثر بخشی و بهره‌وری رو میگم. چرا؟ چون این به اصطلاح اصطلاحات با همدیگه فرق داره، دوستان حداقل به قول معروف ببینن که فرق داره، برن مطالعه بیشتری بکنن که کلمات رو به موقع و درست و به جای خودشون استفاده کنن. بحث بعدی ما در ارتباط با عوامل مؤثر بر رشد در رابطه با تغذیه چغندر، فاکتورهای مد نظر در یک زراعت خوب، عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت با رویکرد حاصلخیزی، اساسی ترین عنصر غذایی بر کیفیت ریشه به خصوص در چغندر پاییزه، عوامل مؤثر بر جذب این عنصر چیا هستش. بخش دوممون هم در خصوص تغذیه است که حالا من چگونگی پراکندگی ناخالصی ها و در ریشه رو میگم در ارتباط با تغذیه که چه عنصری سبب میشه این ناخالصی ها بالا و پایین بشه، مقدار عناصر مورد نیاز تو چغندر کلا چیه، یه چند تا عدد میدم دوستان. به قول معروف ما
من دارم تیترای مطالب رو میگم و یه توضیح کلی میدم. حالا بخوایم ریز بشیم زمان بیشتری میخواد که اگر خدا فرصت داد در مراحل بعد در خدمتون هستم. تو این یک ساعت و نیم واقعا وقت و زمان محدوده. روند جذب رو دوستان اگر ببینن و بدونن چجوریه، خیلی راحت خودشون میتونن این تغذیه چغندر رو به اصطلاح مدیریت کنن، چون این روند جذب خیلی مهمه. و روند جذب یه چیزی هست توی اکثر گیاهان شبیه همدیگه هستش، به حالا توی چغندر قند رو من بنده مختص آوردم. سیستم تغذیه در چغندر اهمیتش چیه، مدیریت کودهی نیتروژن در چغندر پاییزه، نکاتی در خصوص عناصر کم مصرف رو هم خدمتون میگم در خصوص بحث گوگر، چون خیلی بحث گوگر مطرح هست و خیلی از دوستان هستن که در ارتباط با گوگر حقیقت حالا یا تلفنی یا پیامکی از بنده سوالاتی کردن که دیدم یه توضیحاتی رو بدم مناسب خواهد بود. کودهی زیستی و سولوپوتاز خیلی بحث روشه، خیلی صحبت داره، یه نکات مختصر و مفید رو خواهم گفت. کودهی در سیستم آبیاری تحت فشار آیا فرق داره با قرقابی، آیا فرق داره تیب با اون بحث بارانی، اینا رو هم خدمتون به صورت مختصر میگم. و یه تجربه هم در خصوص مصرف کود دامی ما داشتیم که توی چغندر، که این رو هم خدمتون عرض خواهم کرد با تصویر. خب بزرگواران دقت بفرمایید. ببینید ما کارایی یا همون راندمان رو میگیم نسبت خیلی ساده و سری میگذرم، فقط میخوام بهتون بگم فرق داره، لطفاً مطالعه کنید دقیق نکات رو جای خودش. ببینید بحث، چون بحث های مدیریت، ببینید این بحث راندمان، اثر بخشی و بهره‌وری، اینا شاکله های بحث های مدیریتی هستن. مدیریت میگه آقا شما زمانی که نتونی چیزی رو اندازه گیری بکنی نمیتونی اون رو مدیریت کنی. پس بنابراین در بحث های تغذیه ما باید جوری حرکت کنیم، یه اصطلاحات رو درست به کار ببریم که اندازه‌گیری هاش رو بتونیم انجام بدیم که بتونیم این رو مدیریت کنیم. پس کارایی و راندمان خیلی ساده، خروجی نسبت به ورودی رو میگن راندمان یا کارایی. تعریف اثر بخشی یعنی انجام درست کار درست، انجام درست کار درست. یه مثال رو من همیشه میزنم، یه تعداد کارگر میان میخوان یه کابل برق رو از جای رد کنن، کارگرا کارشون تقسیم شده، یه عده قرار چاله بکنن، یه عده قرار کابل رو بخوابونن در چاله و یه عده دیگه قرار اون چاله رو پر کنن. دقت بفرمایید، اون قسمت اول میاد کارش رو دقیق انجام میده، خیلی با راندمان بسیار بالا و سریع چاله رو حفر میکنه. بخش دوم کارگر قرار کابل رو بخوابونه، به هر دلیلی نمیاد، انجام نمیده، ولی بخش سوم باز با راندمان بسیار بالا میاد اون چاله رو پر میکنه. ببینید هدف نهایی بس چی بوده؟ بس به اصطلاح گذروندن اون کابل از اون به اصطلاح کانال، ولی هدف ما نرسیدیم، راندمان داشتیم ولی به هدف نرسیدیم. یعنی چی؟ یعنی اثر بخشی. پس انجام درست کار درست. و بهره‌وری به نوعی میشه اثر کارایی در اثر بخشی میشه بهره‌وری، یعنی اون دوتا در هم دیگه ضرب میشه، میشه بحث بهره‌وری. چون دائما ما داریم میگیم که آقا بهره‌وری کودها، بهره‌وری مدیریت کود، این رو باید بدونیم که آقا اول باید راندمان داشته باشیم که خود راندمان و عوامل مختلف کودی ربط پیدا میکنه. بحث دوم انجام درست مصرف این کود، انجام درست خدمتتون عرض کنم زمان، لحاظ مقدار، لحاظ نوع روش مصرف، که اینا رو تو بحث کودی ما اگر زمان بود کامل میتونستم با یک مثال به اصطلاح شرح بدم که برای دوستان جا بیفته. در هر حال ببینید عوامل مؤثر در رشد چغندر خودتون میدونید، یا محیطیه یا ژنتیکی. ژنتیکی رو کاری نداریم، در ارتباط با محیطی، حالا ژنتیکی رو میدونید دست رقم واریته است، دوده است، ژنتیک و و و و، اما در ارتباط با بحث محیطی مثل دما، رطوبت، انرژی تابشی، ترکیب هوای اتمسفر، ترکیب هوای خاک، شوریت، ایسی، واکنش یا پی اچ، موجودات زنده که همون بیولوژی خاک، و عدم وجود مواد مزاحم و عناصر غذایی، یعنی از عوامل محیطی ما فقط امروز در ارتباط با عناصر غذایی. حالا چرا من این رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه ببینیم دوستان، ببینید زمانی ما میتونیم به عمل کرده حد اکثر برسیم و به پتانسیل حد اکثری عمل کرده. ببینید هیچگاه این رو داشته باشید، هیچگاه در زراعت به خصوص در مزرعه ما به پتانسیل عمل کرد که ستون اول ما هست نخواهیم رسید. چرا؟ چون پتانسیل عمل کرد یعنی حد اکثر عمل کردی که از یک گیاه ما میتونیم بگیریم، یعنی تمام بحثای نور، تابش، یعنی کلیه عوامل محیطی در حد بهینه. آیا میتونیم؟ خیر. چرا؟
چون برخی از عوامل محیطی ما گاهی مثلا بارندگی آبیاری محدود کننده میشه به خاطر کمبود آب، به خاطر عدم بارندگی، برخی از عوامل دیگه مثل بیماری ها، مثل آفات، مثل عناصر غذایی. در هر حال اینا میاد یک گپی رو ایجاد میکنه که ما در خصوص کلیه محصولات هست و این عموم و تعمیمی به کلیه محصولات، ما گاهن شاید بتونیم مثلا یه چیزی اولوش 60-70% پتانسیل واقعی که اون ستون اول هست رو ما بهش برسیم. پس بنابراین باید سعی کنیم در بحث مدیریت تغذیه حداقل خود تغذیه رو درست ما کارمون رو انجام بدیم، برسونیمش به نزدیک بهینه و مطلوب. بازم میگم هیچگاه ما نمیتونیم، چرا؟ چون کشاورزی کار بسیار پیچیده، خودتون میدونید، عوامل قابل کنترل، غیر قابل کنترل دخیل هستن که ما نمیتونیم همه اونا رو به قول معروف چک و کنترل کنیم. در خصوص تغذیه هم همینه، منبع کدومون ایراد داره، یه موقع زمانمون درست مصرف نمیشه، یه موقع کود مصرف میکنی آب دیر میاد و و و الی آخر، که دوستان خیلی بهتر از من اطلاع دارن. ببینید عمل کرد در چغندر قند با عمل کرد در ذرت، عمل کرد در گندم و و و فرق داره. چرا؟ چون عمل کرد در چغندر قند اون شکریه که میره توی به اصطلاح گونی، که این شکری که داخل گونی میشه دوستان بزرگواران خودش تابعی هست از میزان ریشه که کمیته و همچنین از عیار و ضریب استحصال. پس باید ما این سه مورد رو حواسمون باشه که تغذیه روی این سه مورد، یعنی کمیت یا همون عمل کرده ریشه، روی عیار و ضریب استحصال، تغذیه چغندر قند، چگونی مصرف کود، نوع منابع کودی، زمان مصرف کود، روی اینها تأثیر داره که من به طور خلاصه به اونا خواهیم پرداخت، البته در خصوص کودهای در طول فصل رشد. ببینید در مدیریت و یا مصرف بهینه کود عوامل زیادی تأثیر داره. یعنی شما اگر بیاید برید بهترین نوع کود رو یا منبع کودی رو انتخاب کنی، شما برید بهترین زمان مصرف رو انتخاب کنی، بهترین دستگاه رو انتخاب کنی و و و الی آخر، اگر ما یه سری بستر رو آماده نکنیم، بازم مصرف کودمون مدیریتش به صورت بهینه نخواهد بود و مشکلات ایجاد خواهد کرد. دوستان توجه کنیم، مشخصات فیزیک و شیمی خاک از جمله شوری، از جمله پی اچ، واکنش خاک، روی ران به اصطلاح بهره‌وری کود، ما دیگه نگیم راندمان، بگیم بهره‌وری کود ما خیلی تأثیر داره. مدیریت و چگونگی آماده سازی بستر کاج خیلی تأثیر داره. خاکی که کم عمقه، خاکی که کلوخه داره، خاکی که ماده آلیش پایینه، خاکی که شوره، خاکی که سطح شور آب زیرزمینی بالاست و فلان، اینا همه تأثیر داره به نوعی بر بهره‌وری و مدیریت مصرف کود. در ارتباط با تناوب و ذخیره و میزان مواد عالی، که باز همه دوستان میدونن موقع مواد عالی خاک بالا باشه، ذخیره و خدمت شما عرض کنم بهره‌وری در کود بالا خواهد رفت، که البته باز خود مواد عالی پوسیده باشه، پوسیده نباشه، زمان مصرفش کی باشه، نسبت سی به انش چقدر باشه، اینا خودش دنیا مطلبه که باید گفته بشه و توجه کنیم. روش آبیاری موقع میاد تیپ میشه، موقع بارانی میشه، موقع جویچه و فارو میشه یا همون قرقابی، اینا فرق داره، کرت میشه، جویچه میشه، ردیف میشه، که اینا باز خودش جای بس داره، اینا رو باید توجه کنیم. میخوام بگم اگر آبیاری به فرض اومد جویچه و فارو شد، نباید ما بریم عیناً عین کودی که توی بارانی یا بالعکس مثال توی تیپ استفاده میکنیم یا توی قرقابی استفاده میکنیم تو تیپ هم استفاده کنیم. اینا تو بهره‌وری خیلی تأثیر داره. نوع بعض مصرفی که میدونیم بحثای بذور خارجی، بذور به قول معروف بین خود بذور خارجی، بین خود بذور خارجی و ایرانی بسیار تفاوتهای زیادی هست در کارایی و یا به قول معروف راندمان مصرف کود توسط اون گیاه. گاهن گیاهان در جذب عناصر غذایی قوت و ضعف، که این رو من یه اشاره میکنم به بحث، اگر دقت بفرمایید مثلا میان پایه پیوند میزنن روی یه پایه نرک، چرا؟ چون قدرت جذب عناصر غذاییش بالاتره. در ارتباط با چغندرم همینه، چون قدرت جذبشون و حتی تقسیم و تسهیم عناصر غذایی به برگ بدن، به ریشه بدن، نگه دارن، ندارن، اینا خود بس خیلی تأثیر داره. رقم تاریخ کاشت،
که خودش تأثیر داره رو بهره وری، که اینا رو مثال میگم دوستان، خود تاریخ کاشت اگر ما عقب جلو بکاریم این نیست که بتونیم با کود جبرانش کنیم، گاهن یه موقع تاریخ کاشت رو عقبتر میکنن یا کود اضافه تر میدن، این اشتباه دقیقا عکس این قضیه هستش. خدمتتون عرض کنم کلن به عوامل موثر گفتیم، حاصلخیزی به توانایی خاک در آماده سازی عناصر میگه که باید خیلی ما بهش توجه کنیم، یعنی بتونیم یه خاک حاصلخیز رو کود در اختیارش بذاریم. خاک حاصلخیز کردن رو باید از لحاظ بافت، از لحاظ حالا اینی که من میگم بافت، معمولا ساختمون خاک، بافت خاک خیلی تأثیر داره. چرا؟ چون خود خاک دو تا سه که تکیهگاه گیاه، نفوذ ریشه است و یکی بحث تغذیه از طریق خاک هستش، که خود بافت و ساختمون هم روی مواد به اصطلاح مواد عالی ما و یا نوع عملیات کشاورزی مثل شخم، زمان آماده سازی، میزان رطوبت روی خود خاکدونه، روی خود ساختمون خیلی تأثیر داره، ولی روی بافت خاک تأثیری نداره دوستان. و مواد سمی و اینا همه میخوام بگم تو بحث تغذیه و حاصلخیزی موثره. و اما یه بحثی هستش روی چغندر پاییزه در کلیه مناطق کشور، اونم اینه که معمولا اگر شما به کارخونجات رجوع کنید، به کشاورزان رجوع کنید، خودتون بر اساس دانسته ها و دانش قبلی و تجربتون دقت بفرمایید، معمولا چغندر قند پاییزه نسبت به بهاره دارای عیار و ضریب استحصال پایین تری هست. دلیلش چیه؟ دلیلش هم به اصطلاح عنصر سدیم هست، که عنصر سدیم عوامل بسیار متعددی وجود داره که روی این عنصر تأثیر میذاره و باعث میشه که سدیم افزایش پیدا بکنه. از جمله اون عوامل اینا رو میخوام بهتون بگم که ما اگر بتونیم اینا رو دقت چک و کنترل بکنیم، میتونیم به راحتی عیار چغندر قند پاییز رو هم افزایش بدیم. یکی بحث نیتروژن که حالا توضیح خواهم داد، کودهای حیوانی یه اشاره خواهم کرد، رقم، بیماری، سال، تاریخ کاش، افزایش میزان آب، تنش خشکی، افزایش شوری، میزان رس، فشردگی خاک، آرایش کاش و حتی دوره سیلو الی آخر. ببینید یک کلمه کلی من بگم، کلا سدیم هر گونه تنشی که به گیاه چغندر قند وارد بشه باعث افزایش سدیم ریشه میشه. حتی تاریخ کاشتی رو دقت بفرمایید، معمولا تو چغندر پاییزه در مناطقی که ما توقف رشد نداریم، در مناطقی که توقف رشد نداریم و مرحله کرپگی رو در چغندر نداریم، معمولا وضع عیارش خوبه. ولی هر چقدر این مرحله کرپگی به دلیل به اصطلاح سرما، چون میدونید چغندر پاییزه تو بعضی از مناطق ما یه توقف رشد داریم به خاطر سرما، بعضی مناطق نداریم، حالا هر چقدر این توقف رشد طولانی تر بشه میزان سدیم ریشه افزایش پیدا میکنه، که البته این چاره ای ما نداریم، اینو فقط من بگم چاره ای نیست به جز مصرف نیتروژن رو بتونیم کنترل کنیم در خصوص کشت پاییزه، که اون کرپگی خود نیتروژن هم به قول معروف سبب مزید علت نشه در افزایش سدیم، که میزان نیتروژن رو هم حالا من به موقعش توضیح میدم که تو چغندر پاییزه چقدر چجوری و بر چه اساسی استفاده کنیم. در هر حال حالا میایم این صحبتایی رو که من خدمتتون عرض کردم به نوعی میشه بگی تقریبا این مقدمه، ولی مقدمه‌ای که اساس کاره، مقدمه‌ای که زیرساخت و بنیان کاره که باید بهش توجه بشه، بعد تازه ما میایم سر بحث تغذیه. ببینید عزیزان دقت بفرمایید، این دوتا ریشه، ریشه سمت چپه اگر دقت بفرمایید عیار در قسمت‌های مختلف ریشه هست، و قسمت سمت راستی ناخالصی‌های ریشه به اصطلاح توزیع و چگونگی توزیع ناخالصی هست. دقت بفرمایید هر کجا میزان ناخالصی بالاتره میزان عیار پایین‌تره، یا همون درصد قند، که البته موقعی که ناخالصی بالا میره دو چیز تأثیر میذاره، یکی بحث عیار، یکی ضریب استحصال که ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم.
دقت بفرمایید. حالا این چه ربطی به تغذیه داره این بحث به اصطلاح عیار؟ ببینید من اینجا فقط میخوام اینو بگم، زمانی که ما چغندرمون به دلایل مختلف مشکل نیتروژن بیش از حد پیدا میکنه، حالا البته مشکلهای دیگه مثل فشردگی خاک، مثل خود رقم و اونا هست، ولی چون ما بحث فقط تغذیه رو داریم میکنیم، ببینید هر چقدر میزان نیتروژن اضافه بشه و یا بی موقع مصرف بشه، این قسمت سر یعنی محل رویش دنبر و قسمت طوقه یعنی قسمتی که بین سر و بین قسمتی که در خاک قرار داره، این قسمت بزرگ میشه و افزایش پیدا. هر چقدر این بزرگتر بشه یعنی سهم بیشتری از وزن ریشه رو میگیره. یکی از عوامل موثرش چیه؟ مصرف نیتروژن بیش از حد یا بی موقع. بی موقع یعنی که یعنی اواخر فصل رشد استفاده میشه. جناب آقای یوسف آبادی فرمودن که چغندر قند رو اومدن مراحل رشدیش رو تقسیم کردن به سه مرحله، مرحله به اصطلاح رشد برگی، رشد ریشه و بحث افزایش قند. البته اینا جدا جدا نیست، هم پوشانی داره، اما یه موردی رو دقت بفرمایید. ما هر چقدر مرحله اول چغندر قند رو بتونیم سریعتر توی کشتای پاییزه، البته دقت کنید من یه باز دو مرتبه شرطی میذارم بعدش، اگر بتونیم سریعتر اندام هوایش تشکیل بشه، مطمئناً عیار و عملکرد خوبی خواهیم داشت. در چه مناطقی؟ مناطقی که توقف رشد نداریم. ولی در مناطقی که توقف رشد داریم، اگر ما تلاش کنیم سریع اندام هوایی تشکیل بشه، یعنی سرمازدگی بیشتر، یعنی ایجاد حفره در قسمت طوقه و مشکلات بعدی ایجاد میشه. پس بنابراین مدیریت تغذیه در ارتباط با چغندر قند پاییزه متفاوت، فرق داره ما توقف رشد داریم یا نداریم. اینو باید توجه کرد، بر اساس اون نسبت به مصرف کود نیتروژن به اصطلاح جلو رفت. حالا اینم یه عکس چیزیش هست. اما بحثی رو که دوستان، این رو من دوست دارم عزیزان بزرگواران این اعداد رو تو ذهنشون باشه و داشته باشن، که معمولا در ایران بر اساس منابعی که ما داریم، دقت بفرمایید، هر تن ریشه چغندر قند یه چیزی حدود 5 کیلوگرم به اصطلاح نیتروژن میخواد، 7 کیلو هر تن ریشه تر، 7 کیلو پتاسیم میخواد و خدمتتون که عرض بکنم 1 کیلو فسفر میخواد و 1.5 کیلو کلسیم میخواد، 1 کیلو منیزیم 780 گرم بوگرد میخواد. اما در ارتباط این عناصر پرمصرفه، نیتروژن، پتاسیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، بوگر، عناصر پرمصرفه و عناصر کم مصرف آهن، منگنز، روی، بر، مس هست، که این رو بگم بعضی جا میگن عناصر اصلی، عناصر فرعی. ما عناصر اصلی، عناصر فرعی اصطلاحات غلطی هست، فقط اینا همه مهم هستن، اینا همه اصلی هستن. چرا؟ چون دوره رشد گیاهی تکمیل نمیشه در اثر کمبود اینا، ضمن اینکه علائم خاص خودشون رو دارن. پس بنابراین این عناصر، عناصر اصلی هستن که به کم مصرف و پر مصرف. حالا چرا کم مصرف پر مصرف؟ چون دقت بفرمایید 5 کیلو نیتروژن یهویی میشه 3 گرم مس. دقت کنید، یعنی از لحاظ مقدار جذبی که انجام میشه میان این رو تقسیم بندیش میکنن. یه بحثی رو من داشتم با بزرگواران که ابتدای صحبت هم به نوعی اشاره کردم، بحث روند رشد. بزرگواران این روند رشد در چغندر پاییزه رو دقت بفرمایید. ما روند رشد در چغندر پاییزه، چه حالا نیتروژن باشه، چه فسفر باشه، چه پتاسیم باشه، تقریبا از زمان مرحله دوبرگی حقیقی شروع میشه. یعنی ابتدای فصل ما جذب اون چنونی نداریم. حالا این باز دو مرتبه باید بدونیم زمانی که چغندر به اصطلاح یه رشدش متوقف میشه، اون موقع ما نباید کود مصرف کنیم، یا قبلش حتی به خاطر بحث سرمازدگی نباید. البته اینا رو میدونم، همه میدونید، فقط من جهت یادآوری دارم میگم. از زمانی که یا باید ما ذخیره جوری بسازیم توی خاک که زمانی که چغندر به اصطلاح میرسه به مرحله به اصطلاح رشد سریع برگا شروع میشه، قشنگ عناصر غذایی به اندازه کافی در اختیارش باشه
که بتونه سریعا، حالا یا تو چغندر پاییزی، باز تکرار میکنم، توقف رشد نداریم، از ابتدا باید این کارو بکنیم و عناصر رو در اختیار گیا بذاریم، یا از زمانی که میخواد شروع بشه ما سریعا همون موقع بحث کود نیتروژن رو بهش بدیم در اختیار گیا باشه، که بعد از اون رفع سرما یا اون توقفه سریع بتونه حد اکثر اندام هوایی رو تشکیل بده. در ارتباط با خود عناصر، دقت بفرمایید، پتاسیم، فسفر و منیزیم هم همینه، یعنی تماما به اصطلاح عناصر، دقت بفرمایید، یه شیبی داره میاد میرسه به یه حد اکثر و میاد به نوعی ثابت میشه. در ارتباط با نیتروژن، حالا که دوستانم اینجا نوشته بهینه دمای لازم در اواخر زمستان در مناطق سرد برای مصرف ازود و جذب آن در مزارع چغندر چقدر است؟ آقای صابر سیف امیری از اردبیل. بزرگواران، اصلا من کاری به دمای هوا، کاری به دمای خاک ندارم، چون نمیخوام بگم آقا برید دماسنج دست بگیرید ببینید کیه. یک کلوم من این جواب سوالو میدم. زمانی که بر اساس تجربه نشون میده که چغندر قند میخواد رشدش رو شروع بکنه، در جاهایی که ما توقف رشد داریم میخواد رشد رو شروع بکنه به اصطلاح بعد از توقف، باید ما کود نیتروژن رو شروع کنیم مصرف کردن. دقت بفرمایید، تو بحث گندم هم همینه، یعنی گندم رو زمانی که میان توی مهر ماه کش میکنن، زمانی که سبز میشه حالت کرپه میمونه، از اوایل اسفند ماه که تو مناطق مختلف، حالا فرق داره، بعضی جاها از بهمن ماه، بعضی جاها از اسفند ماه شروع به رشد میکنه، اون موقع شروع میکنن کود نیتروژن رو مصرف کردن. ببینید، یه بحثی رو که در مورد نیتروژن ما اینجا داریم، بحث اینه که این کود نیتروژن زمانی که چغندر قند کش میشه در مناطق پاییزه، صرف نظر از اینکه آیا ما توقف رشد داریم یا نداریم، آیا کود بدیم یا نه. ببینید، مصرف کود پیشکش نیتروژن منتفیه، به هیچ عنوان کود نیتروژن رو پیشکش استفاده نکنید. بذارید چغندر موقع زمان اومد، نشونم دادم اون نمودار رو، چون توی خاک، توی خود بز به اندازه کافی نیتروژن هست که چغندر رو برسونه در حد دو برگه حقیقی. بعد از دو برگه حقیقی شما زمان رو هم دارید تو اون موقع بعد از دو برگه حقیقی که بتونید سریعا کود رو استفاده بکنید، حالا به روش های مختلف، اگه تیپ در آب حل کنید، اگر به قول معروف با کود باش و هرچی، حالا تو هر منطقه باز هرچند اینا تو مقدارش خیلی فرق داره، اما این کود رو شما باید زمانی، بازم میگم، استفاده کنید که زمان رشد سریع شروع میشه تو چغندر پاییزه. پس بنابراین ما باید بذاریم پس از اتمام دوره سرما، به محضی که چغندر میخواد را بیفته به رشد، این کود به اصطلاح استفاده بشه، که این بر اساس تجربه، یعنی دیگه به قول معروف تو منطقه متوجه میشن، میگن آقا تقریبا به فرض ما 15 به فرض اسفند شروع میشه، اگه 15 اسفند شروع میشه بر اساس اون تجربه، یه هفته قبل شروع میکنن یا حتی همزمان با شروع، یعنی شما موقع خودت میشینی سر زمین میبینی چغندره شروع کرده از وسط جوونه زدن، اون موقع باید مصرف کود نیتروژن شروع بشه. اما یه بحثی رو که ما اینجا داریم و دائم هم به هر حال دوستان محقق ما یا خود کشاورزان، مثلا این منطقه مثل دسفول یا مناطق دیگه‌ای که به اصطلاح یه توقف رشد دارن، زمانی که میاد دو سه برگی میشه، موقع میخوان استفاده بکنن، بارندگی ها اجازه نمیده. تو اون مناطق ما چیکار بکنیم؟ از این برم ما داریم میگیم که آقا کود رو باید بعد از دو برگی استفاده کنیم. ببینید، اگر ما منبع کودی داریم به اسم کودهای کندره یا اسلو ریلیز، اگر ما اینا رو بتونیم داشته باشیم که به اصطلاح همون منابع کودی با پوشش گوگردی، دوستان اینا رو شنیدن، اگه اونا رو داشته باشیم، البته منابع کودی با پوشش گوگردی، میتونیم حتی همزمان با کشت استفاده کنیم. چرا؟ چون اینا، البته بازم میگم، ما متاسفانه منابع کودی که تو ایران داریم یه خورده به قول معروف مبهمه، مطمئن نیست که این کود، چون کود با پوشش گوگردی یا کودای کندرا فرمول داره، یا زمانی که شما استفاده میکنی تو هفته اول اینقدر، تو هفته دوم اینقدر، تو هفته سوم، تو ماه اول، تو ماه دوم اینقدر نیتروژن رو آزاد میکنه. ولی ما در مورد کودهای تولید داخل فقط یه دونه اوره رو برداشتن، یه پوشش دادن
که به هر حال بازم همین غنیمت میشه استفاده بکنه. پس بنابراین در ارتباط با کوتاه و مشکل بارندگی در طول فصل ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. و خدمتتون که عرض بکنم خود منبع کودی با به اصطلاح منبع کودی با پوشش گوگردی یه امتیاز دیگه هم که داره، پوسیدگی های ریشه رو کاهش میده. اینو نتایج تحقیقات گفته، از جمله مصرفش یه بار میشه استفاده بکنی، هزینه مصرف کود رو میاره پایین. میگم اینا تو بحث قرقابی، اگه جاهایی هست که بحث آبیاری تیپ هست که خب به راحتی میشه با یه منبع تزریق این کار رو انجام داد. حالا اینی که ما چه مقداری بیایم استفاده بکنیم، پس بنابراین منابع کودی ما میتونیم اوره با پوشش گوگردی یا اوره تنها رو استفاده بکنیم. چه مقداری ما استفاده بکنیم؟ ببینید معمولا چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره، من این جملاتی که مهمه رو سعی میکنم شمرده بگم که بزرگواران متوجه بشن. ببینید چغندر پاییزه نسبت به چغندر بهاره، به خاطر اینکه در مناطق گرم واقع شده و دمای خاک معمولا بالاست و توانایی خاک در آزادسازی عناصر به قول معروف بیشتر هست نسبت به پاییزه، به راحتی میتونه آزاد کنه و در اختیار گیاه بذاره. موقع مصرفم که توضیح دادم بهترین مکان قرارگیری کود نیتروژن هم اگر آبیاری تیپ با آبیاری تیپ که همزمان بره، اگر نه قرار فارو باشه حتما با کودکار استفاده بشه و حتما زیر خاک بره. چون دقت بفرمایید بزرگواران، شما اوره رو میریزی رو زمین، دو ساعت بعد که میای چه حالا اگه هوا گرم باشه نباشه، زمین رطوبت داشته باشه، این اصلا اوره دیگه نیست، همین متساعد میشه میره. پس بنابراین بهترین راه اینه که با کودکار استفاده بشه و در کنار ریشه و بوته قرار بگیره این کودا. مقدارش هم عرض کردم چقدر باشه، باید ما موجودی خاکمون ببینیم چقدر، مقدار ماده عالی خاک ببینیم چقدر، عملکرد مورد انتظارمون چقدر، اینا رو همه رو باید ما حساب کتاب کنیم. یعنی واقعا کار کارشناسی و تخصصیه، بعد بر اساس این بیان بگیم که، و اون عددی رو هم که از قبل داشتیم گفتیم آقا برای به ازای هر یه تن ریشه ما 5 کیلو نیتروژن می‌خوایم، که 5 کیلو البته 5 کیلو برای آبیاری جویچه و فاروه. اگر ما بیان بکنیمش تیپ به راحتی 5 کیلو با 2 کیلو 2.5 کیلو یعنی راحت میتونید شما نصفش کنید، با 2.5 کیلو راحت گیاه رو تغذیه میکنید. چرا؟ چون پرت کود ما توی آبیاری های جویچه و فارو بالا هست، ولی توی آبیاری تیپ خیلی به قول معروف اون بهره‌وری میره بالا، یا اون راندمان میره بالا، یا اون اثر بخشیه میره بالا، هر کدوم بخوایم بگیم. پس بنابراین تو بحث تیپ معمولا نصف آبیاری جویچه و فارو یا قرقابی ما کود نیتروژن استفاده میکنیم. حالا بارونی رو میتونیم بگیم تقریبا ما بین این دوتا قرار داره. اگر بخوایم به درصد من بگم خدمتون، تقریبا آبیاری اگر بگیم 100 واحد کود ما میخوایم توی آبیاری جویچه فارو یا قرقابی، در تیپ میشه 40 تا 50 کیلو، حتی کمتر از نصف. اینی که من دارم میگم خدمتون، چون بنده خودم یه چیز هولوش 8 سال روی رقم کود نیتروژن و آبیاری تیپ کار کردم. منابع کاری خود بنده است، منابع کاری سایر دوستان همکار محققی که کار کردن، که حتی کمتر از نصف این به اصطلاح کود نیازه. و یه چیز جالب به شما بگم که توجه هم نمیشه بهش متاسفانه، بحث میزان نیترات موجود در آب آبیاریه. ببینید توی دسفول ما یه پروژه تحقیقاتی بود در ارتباط با آبیاری، بحث کودیش رو من بر اساس میزان موجودی خاک به دوستان گفتم آقا اصلا هیچ نوع کودی نیاز نیست استفاده نکنید، که البته همین رو تحقیقات قبلی هم نشون داده بود که علارغم این که کود نیتروژن استفاده شده بود، ولی اثرش در عملکرد کمی و کیفی کود، کمی و کیفی محصول معنیدار نبود، یعنی تأثیری نداشت. یعنی چی؟ یعنی خاک ما به اندازه کافی داره. پس بنابراین هر به قول معروف 1% ماده عالی موجود در خاک خودش یعنی 30 کیلو کود نیتروژن، 30 تا 40 کیلو کود نیتروژن. هر مقدار نیترات موجود در خاک، حالا یه عددی رو من اینجا بگم خدمتون،
ببینید بزرگواران، شما اگر میزان نیتروژن نیتراتی خاک در خاک عمق 0 تا 30 سانتی متری 15 پی پی ام یا 15 میلی گرم در کیلوگرم باشه، در صورت این عدد برای کشت پاییزه 25، ولی برای کشت بهاره، برای کشت پاییزه 15، حدود 15 و حتی پایین‌تر 12 تا 15 باشه، شما به راحتی 80 تن ریشه میتونی برداشت کنی بدون مصرف یک دونه کود و با عیار بالا. ولی شما زمانی که میای این کود رو، حالا هر چه قدم ما کمتر داشته باشیم از 15، مثلا باشه 10 که باشه، یعنی شما 5 پی پی ام یا 5 میلی گرم در کیلوگرم نیترات یا نیتروژن نیتراتی خاک شما پایین هست، که اگر ما بخوایم اون 5 کیلو رو جبران کنیم به ازای هر 5 پی پی ام رو جبران کنیم به ازای هر 1 پی پی ام حدود 15 کیلو اوره ما نیاز داریم. مثال میزنم، ما آقا 10 مقدار نیتروژن نیتراتی که تو آزمایشگاه گرفتیم، بعد میایم میخوایم برسونیمش به 15، 10 5 ضربه در 15 یعنی 75 کیلو اوره حدودا در هکتار شما نیاز داری بشه 15 که 80 تن ریشه در هکتار به شما بده. پس بنابراین این روش محاسبه است که حتما ماده عالی باید در نظر گرفته بشه و بهترین شاخص هم بزرگواران بس نیتروژن نیتراتی، نه نیتروژن کل خاک. باز اینم من کار کردم، هم رو ذرت هم رو چغندر، بسیار عالی جواب بود. در ارتباط با خدمتون که عرض بکنم، ببینید توی این عمدن چند تا منبع خارجی من آوردم که ببینید توی منابع خارجی میان نیتروژن بر اساس حتی درصد کربن عالی یا درصد ماده عالی میان اوره رو حساب میکنن، میگه آقا اگر کربنم کمتر از نیم باشه 400 کیلو در هکتار، نیم تا یک باشه 350، یک تا یک و نیم 250، بیشتر از یک و نیم 200 کیلوگرم اوره. مثلا این منبع خارجی برای چی؟ برای تولید 60 تن ریشه. بزرگوار، این بحث درصد کربن عالی با ماده عالی تو خاک فرق داره. یه موقع تو این به اصطلاح کاغذهای چیزی که می‌بینید، نتایج آزمایشگاه، معمولاً درصد کربن موقع اعلام میشه ضرب در 1.7 و بعضی منابع میگه ضرب در 2 میشه درصد مواد عالی، چون تو آزمایشگاه درصد مواد عالی اندازه‌گیری نمیشه، بلکه درصد کربن عالیه که اندازه‌گیری میشه. در هر حال ولی ناگفته نمونه، این موضوع برای کشور ما علاوه کربن عالی چیز خوبی نیست، به قول معروف شاخص خوبی نیست، چون این شرایط برای شرایط کشورهای اروپاییه که علاوه رطوبت و علاوه دمای هوا به گونه‌ای هست که کربن عالیشون ما اتفاقا از او آدم در صد کربن عالیشون معمولا توی خاک محفوظ و در طول فصل هم میمونه. ما میام قبل از شخم، دقت کنید، ما میام قبل از شخم درصد کربن عالی رو میگیریم، میشه مثلا یه چیز اولوش به فرض 1. خب زمانی که شد 1، بعد میام شخم میزنیم، انواع دیسک میزنیم، فلان میزنیم، که نه دستگاه به اصطلاح خاکورزمون درسته، نه زمان استفاده از این دستگاه درسته. چرا؟ چون دمای ما متوسطش نسبت به کشور اروپایی بالاتره و همین باعث میشه کلی کربن عالی از خاک میسوزه و متصاعد میشه و از بین میره. پس همین باید توجه کنیم، چون ما اون روش ها رو، یعنی حتی اقلیم به ما اجازه نمیده، این روش روش مناسب و دقیقی نیست. یا حتی تو بعضی از کشورها دقت بفرمایید، مثال اومده آقا بحث هم میزان ماده عالی رو گرفته، دقت بفرمایید، کود نیتروژن مورد نیاز، همین فرمول اولی میگه نیتروژن مورد نیاز محصول به ازای هر تن حدود، که البته میگم ایشون خارجی زده 10 پوند در هکتار یا 13 کیلو در هکتار که اون منابعشون به همون هم هست، نیتروژن آزاد شده که داره میگه هر درصد ماده عالی 36 تا 37 کیلو در هکتار نیتروژن آزاد میکنه، نیتروژن باقی مونده تا عمق 120 سانت. اینجا میگه 120، چرا ما میگیم 30؟ چون 120، باز میگم شرایط خاک اونا، عمق خاک اونا، نفوذ ریشه اونا تو خاکا واقعا ماده عالی داره، سبک راحت نفوذ میکنه، ولی ما نفوذ نمیکنه. ما بیشترین همبستگی بین عملکرد ریشه چغندر قند با نیتروژن نیتراتی یا به قول معروف تا عمق 30 سانتی با 0 تا 30، البته تا 30 تا 60 هم هست، ولی این همبستگی پایین تره به خاطر همون بحثایی که اطلاع دارید و نوع و
به اصطلاح کیفیت خاک. در هر حال این رو فقط جهت این آوردم که روش‌های محاسبه متفاوته بر اساس شرایط منطقه، بر اساس منظور شرایط منطقه یعنی همون اقلیم و همون خدمتون که عرض بکنم بحث نوع خاک که اقلیم تأثیر میذاره روی نوع خاک. یه از بحث نیتروژن حالا مطالبی رو سعی کردم به صورت تیتروار بگم خدمتون. یه بحث بعدی هست که حالا من خدمتون که عرض بکنم الان اتفاقی میبینم که یکی از بزرگوارانم تو این جلسه هستش به نام جناب آقای دکتر علی جلیلیان از کرمانشاه. ببینید خود آقای دکتر جلیلیان یه طرحی رو داشت روی مصرف گوگرد در چغندر. این گوگرد چون جدیدن من دیدم خیلی در موردش صحبت میشه و حتی من دو هفته پیش یه کشت و صنعتی بود به من زنگ زدن که آقا من میخوام گوگرد استفاده کنم برای کشت پاییزم چجوری استفاده کنم و فلان از این قضایه، که البته من یه توضیحات چیز عذرخواهی میکنم برای بحث کشت بهاره سوال کرد که من یه توضیحاتی رو برای ایشون دادم. ببینید گوگرد اول اصلا برای چی لازمه؟ آیا خوب هست؟ نیست؟ چه تاثیر؟ ببینید گوگرد خودش یه عنصر غذاییه که تو جدول اول من خدمتتون عرض کردم به ازای هر یک تن ریشه شما 750 حالا بگو 1 کیلو گوگرد نیاز دارید، هر تن ریشه چوندر تر. یه داستانه. یه داستان دیگه ای که گوگرد اثر غیر مستقیم داره روی رشد، تأثیریه که به صورت مقطعی و موضعی روی پی اچ و یا همون واکنش خاک داره، که این بحث اثر موضعی که روی پی اچ و یا واکنش خاک و حتی اون بحث اوره با پوشش گوگردی رو من گفتم باعث کاهش پوسیدگی ریشه میشه، بحثش هم این گوگرده. یعنی اگر ما سعی کنیم گوگرد رو در اراضیمون بعد از اون که گندم برداشت میشه روی کلش گندم استفاده بکنیم، هم تأثیر داره روی پوساندن کلش و همین هم باعث میشه به صورت مقطعی به اصطلاح پی اچ رو میاره پایین، که این کاهش پی اچی رو که داره روی خاک داره روی قابل جذب شدن سایر عناصر، حلالیت سایر عناصر، قابل جذب سایر عناصر از جمله پتاسیم، فسفر و خود عناصر کم مصرف تأثیر داره. حالا گاهن شده که این اشاره بود که آقای دکتر جلیلیان یه پروژه داشت اومده بود یه مقدار گوگرد استفاده کرده بود، علارغم این که کمبود گوگرد در زمین دیده بودن. گوگرد کمبود شبیه دقیقاً کمبود نیتروژن هست، فقط یه تفاوت با کمبود نیتروژن، میدونید زردی برگه، فقط یه تفاوت داره. کمبود نیتروژن از برگای پیر شروع میشه، شروع میکنه زرد شدن، اما کمبود گوگرد از برگای جوانتر شروع میکنه. چرا؟ چون به اصطلاح اون گوگرد ازوت راحت توی گیاه موبایله و قابل جابجایی و حرکته، ولی گوگرد به این راحتی قابل حرکت و جابجایی نیست. به خاطر همین هر دوتا شبیه، یا اینجوری بگیم معمولا گوگرد یه زردی عمومیه ولی خود به اصطلاح ازوت زردیش عمومی نیست، یعنی از برگای پیرتر شروع میشه. چرا حالا برگای پیرتر؟ دوستان همه میدونن چون برگای جوان قدرت دارن و چون راحت از جا به جا میشه از برگای پیر میگیرن برای خودشون استفاده میکنن. و در هر حال آیه دکتر جلیان استفاده کرده بود و جواب نگرفته بود و فلان و اینا، حتی در حد یک تون علارغم این که چی داشتن، اینا کمبود داشتن و مشاهده کردن. دلیل چیه؟ ببینید تو بحث گوگرد حواستون باشه، چون این سوال شده بود، من این اسلاید امروز آوردم. ببینید گوگرد عنصریه که موقع شما به خاک میدی، یه گوگرد عنصریه که به راحتی جذبگی ها، یعنی باید به شکل قابل جذب که SO4 به اصطلاح به شکل سولفات جذب میشه. حالا اگه بخواد به شکل سولفات گوگرد عنصری بشه به شکل سولفات، باید در خاک توسط میکروبای خاکی کار انجام بده. اگه قراره توسط میکروب خاک انجام بده، باید اول میکروب خاک موجود باشد، دوم به این میکروبه ما آب و غذا و رطوبت کافی برسونیم بتونه فعال بشه و این کار رو انجام بده. پس چی کار بکنیم؟ یکی بحث حتما به خاک، مهمتر از همه بحث افزایش مواد عالیه. اگر مواد عالی، چون چرا؟ چون غذای میکروبای خاک تیوباسیلوس ها کربونه. کربون موقعی که به خاک اضافه بشه که همون به اصطلاح ماده عالیه، به راحتی فعالیت میکنه، به راحتی میتونه خدمتتون عرض کنم گوگرد عنصری رو به شکل قابل جذب سولفات SO4 دو منفی
تبدیل و جذب گیاه بشه. پس بنابراین اگر هر جا خواستید گوگل حواستون باشه که حتما اول اطمینان داشته باشید که میکروب کافی در خاک است. اگه نبود باید بسته های میکروبی توی باسیلوس اضافه بشه، چون واقعا این گوگل مصرفش در خاکهای مملکت و کشور ما با توجه به خاکهایی که اکثرا پیچش بالاست و همچنین بحث به اصطلاح شور بودن و مشکلات دیگه داریم و عناصر غذایی مشکل قابل جذب بودنش، بسیار عالی و تاثیرگذار خواهد بود. این هم یه بحثایی در ارتباط با گوگل. عناصر کم مصرف رو که توی چغندر قند ما میخوایم استفاده کنیم، توی چغندر پاییزه، ببینید بزرگواران، اولا عناصر غذایی کم مصرف باید اکثرا به صورت معلول پاشی باشه. تو بحث معلول پاشی یه نکاتی رو باید توجه داشته باشید. اولا اصلا عناصر غذایی کم مصرف چغندر قند میخواهد یا نه؟ بله میخواهد. ما از کجا بدونیم؟ یا باید به تجزیه خاک توجه کنیم که آیا نیاز داریم یا نداریم. دوم بحث بعدی، اگر تجزیه خاک نبود حداقل به بافت خاک توجه بشه. اکثر خاک‌های کشور ما به دلیل بالا بودن میزان رس و رسی بودن نیازی به مصرف عناصر کم مصرف ندارد، چون به اندازه کافی وجود دارد. چرا؟ چون مقدار کمی میخواد. ولی در خاک‌هایی که بافت سبک داره، این خاک‌ها البته ناگفته نمونه، دقت بفرمایید، اکثر خاک‌های ما که کشت به اصطلاح چیز انجام میشه، به اصطلاح کشت پاییز انجام میشه، اکثرا هم روسیه. حالا برمیگرده به پیدایش و رد چیز به اصطلاح پیدایش خاک و روند تکمیل خاک و اقلیم و اینا، اون یه داستانه جداست. پس بنابراین اگر دیدید خاک روسی هست، زیاد دنبال عناصر کم مصرف نگردید، مگر اینکه حالا به دلیل کشتای پی در پی، به دلیل کمبود مواد عالی، به دلایل مختلف واقعا یا نتایج تغذیه خاک نشون بده که واقعا خاکتون به اصطلاح میخواد، یا اینی که واقعا شما علائم رو ببینید. اما حواسمون باشه اگر همون خاکا رو ما بیایم بحث گوگرد و ماده عالی استفاده بکنیم، شما مطمئن باشید از لحاظ عناصر کم مصرف اما مشکل اونچنانی نخواهد داشت. چه عناصر رو استفاده بکنیم؟ ببینید چون قرار محلول پاشی بشه، بهترین زمان زمانیه که حد اکثر اندام هوایی تشکیل شده باشه، که موقعی که داری کود رو به هر طریقی محلول پاشی میکنی، سطح جذب با میزان بالایی که اندام هوایی داره به راحتی جذب بشه. و خدمت شما که عرض کنم، این رو هم گوشه ذهنمون باشه که عناصر مصرف عناصر غذایی هر چی که باشه به صورت محلول پاشی حالت مسکن داره. سعی کنیم اگر، چون اکثرا اینا زمینای اجاره یا اینا این کارو میکنن، ولی اگر زمین مال خودمونه، توصیه بشه که حتما از طریق افزایش مواد عالی و از طریق افزایش عناصر غذایی به شکل معدنی به خاک اضافه بشه و درمان قطعی بشه که نیاز به محلول پاشی هم نداشته باشیم. به خصوص بحثی رو که من هی دائم رو بحث مواد عالی هم هستم، شخمایی که میزنیم ما زمین رو نابود میکنیم. ببینید اصلا استفاده از گاواهن برگرداندار اشتباهه، مخصوصا مایی که میزان ماده عالی خاکمون کمه و اکثرا تو همون 5% اولیه جمع شده، کلا میدیم زیر زمین، بعد دوباره سال بعد میاریمش بالا، همه رو از بین میبریم. اینا هم باید توجه بشه، به کشاورز گوش زد بشه. در ارتباط با خدمتتون عرض کنم، عناصر کم مصرف که میخوایم چیز کنیم، حواسمون باشه آبی که میخوایم استفاده کنیم، پی اچ آب خیلی مهمه. هر چقدر پی اچ آب پایین‌تر، یعنی زیر 5 زیر 6 باشه، هولوش 6 باشه، بیشترین جذبو داریم. و اگر شما بخوای آب، معمولا من دیدم از این چاها برمی‌دارن همونجوری سریع می‌ریزن، خودش آهکیه، باعث میشه کل عناصر غذایی هم تنشین میشه. پس بنابراین تو بس استفاده از آب، اگر پی اچ آب بالا بود، تلاش بشه با استفاده از اسیدا با نظر کارشناسان و متخصصین مربوطه مقدار خیلی کمی اسید اضافه بشه که پی اچ به اصطلاح بیاد زیر 7 که بالاترین جذب رو در محلول پاشی. علاوه زمانم باید زمان مناسبی باشه که اینا یه چیز عمومی، همه دوستان میدونن، باد نیاد، نمیدونم وسط روز نباشه، گرما نباشه، حتی اگر زمین آبیاری شده باشه، رطوبت به قول معروف اقلیمک یا اون تو منطقه کناپی گیاه، رطوبت هر چقدر بالاتر باشه به خاطر رطوبت خاک، کمتر میذاره به اصطلاح این آب معلول پاشی سریع تبخیر بشه و باعث میشه که جذب بیشتری صورت بگیره. در هر حال به عناصر غذایی کم مصرف باید توجه بشه،
در صورتی که مطمئنید، ولی چون گرونه لطفاً حواسمون باشه که اینا رو مطمئن و بر اساس حساب کتاب و با نظر کارشناس مصرف بشه. در هر حال ما یه بحث دیگه هم هست، اینم از عناصر کم مثلا ببخشید من سریع میگم چون واقعا زمان نیست، ولی هر کدوم اینا خیلی زمان میخواد و من دوست داشتم یه جوری باشه که ما بتونیم رو در رو اصلا از کلاس اینجوری یک طرفه، یعنی بتونه پرسش و پاسخ باشه، مشکلات گفته بشه. اون کار واقعا به قول معروف اثر بخشی اون کلاس اون دوره بهتره تا یه طرفه بخواد صحبت بشه. من یه چیزایی رو از بعد فکری خودم، از دید خودم، از سوالاتی که ازم میشه آوردم آماده کردم، ان‌شاءالله که مفید و فایده واقع بشه. یکی بحث کودهای زیستی یا اسیدای آمینه هست که من دیدم اکثرا با سوال میشه بحث میشه. ببینید کودهای زیستی و اسیدای آمینه کودهایی هستند که در خاکهای حاصلخیز و در خاکهایی که با مواد عالی بالا واقعا پاسخ میده و جواب میده، در خاکهایی که مواد عالیش پایین باشه و حاصلخیزی خاک پایین باشه جواب نمیده. معمولا این کشتایی که انجام میشه اسیدای آمینه، اول ماده عالی خاک بالا باشه و زمانی که به قول معروف یه تنشی به گیاه وارد شده باشه، از جمله مثل تگرد، مثل بس بیماری، تنش آبی، تنش گرمایی، اینا وارد باشه، اسیدای آمینه خوب جواب میده. البته اسید آمینه مطمئن، اسیدیومید و فلوریک مطمئن یا به قول معروف با معلول باشه خوب جواب میدن. بازم میگم اینا شرطش اینه که شما مطمئن باشید که اون کود واقعا کود درست و درمونیه. و من خودم نظرم اینه به کشاورز توصیه کنید اگر این شرکت‌های کود فروش میان صحبت میکنن اینا، حتما یه سال ازشون یه مقدار خیلی کم گرفته بشه، استفاده بشه. به کسی ما نمیگیم نه، استفاده کنه اگه واقعا دید تأثیری به نمرکت کمی کیفی چون درش مشاهده شد. حالا بر اساس مشخصات خاکش میتونه سال دیگه هم ادامه بده. یه بحث دیگه هم که خیلی مد شده بحث معلول پاشی سولوپوتاس آخر فصل، میگن آقا عملکرد رو چیز عیار قند رو میبره بالا، کاملا درسته و کاملا غلطه. کاملا درسته یعنی چی؟ یعنی اگر میزان فسفر میزان پتاس خاک روز بخوام اگر میزان پتاس خاک پایین باشه و در ابتدای فصل به خاک ما پتاس اضافه نکرده باشیم، اگر آخر فصل سولوپوتاس با همون سولفات پتاسیم یکیه ولی مرحله فرآوریش با هم فرق داره، به گونه ای که سولوپوتاس هم محلول در آب و هم درصد پتاس بالاتری تا 50-51 درصد داره، پس بنابراین خاکی که مطمئن باشیم میزان پتاسیم خاک پایین باشه، اگر بیایم سولوپوتاس به اصطلاح یا پتاس محلول در آب رو محلول پاشی کنیم روی چغندر، باعث میشه عیار بره بالا. ولی اگر میزان پتاسیم موجود در خاک بالا باشه و ما این کار رو انجام بدیم، دقیقا نتیجه عکس میده و باعثه که دقیقا بنده همین کار رو انجام دادم و باعث افزایش ناخالصی های ریشه، کاهش ضریب استحصال و کاهش عیار میشه. پس این رو باید دقت کنیم، فکر نکنیم همیشه اگر ما سولو پتاس بدیم باعث افزایش میشه. نه، هم پول از دست میره و هم بحث کیفیت باز به نوبه خودش کاهش پیدا میکنه. مصرف کود در آبیاری رو هم من خدمتون عرض کردم. مصرف کود در آبیاری تحت فشار مقدارش، منبعش، معمولا آبیاری تحت فشار میده، حتما منبع کودی ما باید قابل حل در آب باشه. دقت بفرمایید بزرگواران، اون صحبت ابتدایی من که گفتم آقا این عنوانی رو که به من دادن میگن که آقا مدیریت کود در دوره داشت، ما میتونیم عناصری مثل فسفر، مثل پتاسیم رو هم بر اساس اون خدمتتون عرض کنم روند جذبی رو که دقیقاً بعد از دوبرگی حقیقی گیاه شروع میکنه به جذب از خاک، ما میتونیم عین همون شروع کنیم به خاک و به گیاه اضافه کردن و گیاه رو تغذیه کردن. این چه شرطیه؟ یعنی میتونی فسفر هم بدی اگر فسفرت از به قول معروف مونوآمونیوم فسفات باشه که قابل حل در آب، عین کود نیتروژن، عین کودای کم مصرف هم میتونی در از طریق آبیاری تیپ بدی و حتی از طریق معلول پاشی هم میشه، ولی هیچگاه عناصر پرمصرف رو به سمت معلول پاشی نرید. چرا؟ چون معلول پاشی هیچگاه مقدار 5 کیلو 7 کیلو پتاس یا نیتروژن یا مقدار 1 کیلو خدمتتون عرض کنم فسفر، 1.5 کیلو کلسیوم و یا 1 کیلو یا 750 گرم گوگرد رو جبران نمی کنه و حتما باید از طریق خاکی باشه. ولی چون عناصر کم مصرف
مقدار کمی رو گیاه نیاز داره از طریق محلول کاشی میتونی تا حدی جبران کنی. اما در مواقعی ما داریم بزرگواران که این به اصطلاح چوندر به دلیل یه تنشی، مثال میگم، حالا یا زمین سفته یا آفتی زده یا فلان، یهو میبینی زرد شده و نیاز شما مثلا یه کود نیتروژن بدی. اولا اینو بگم، زمانی که شما علائم کمبود رو در گیاه بدیدین، مطمئن باشید هر چه قدم دیگه به اون گیاه برسید و حتی علائم کمبود رو هم شما رفع کنید، هیچگاه به مقدار پتانسیلی رو که قرار بوده، مثال 80 تن پتانسیل واقعی یا عملیاتی، مثلا 80 تن نخواهید رسید. پس بنابراین تو بحث تغذیه باید به گونه ای عمل بشه که هیچگاه شما علائم کمبود رو نبینید. حالا چجوری ما متوجه بشیم؟ باز تکرار میکنم، یکی بر اساس نتایج تجزیه خاک و یکی هم بر اساس تجربه. و ببینید یه سال که شما بیاید یه خاکی رو تجزیه بکنن نتایج داشته باشن، بر اساس همون یک سال به راحتی دیگه میشه تا 4-5 سال اون خاک رو مدیریت کرد. چجوری؟ شما یک سال داری میدونی کشت بعدی گندم بوده، بعدی مثلا حبوبات بوده، بعدی چغندر بوده، بعدی فلان بوده، مثلا پنبه بوده. اینو میتونید به راحتی ببینید آقا اول برداشت اون گیاه هم ببینید چقدره، یعنی ورودی و خروجی کود در زمین رو به راحتی میتونید کنترل کنید. با چی؟ با یه دو تا چهار تا. یعنی نیاز هم نیست هر سال ما بریم سراغ بحث تجزیه خاک. پس بنابراین ما از لحاظ میزان مصرف کود حواسمون باشه، اولا بیایم تو بحث کودهای تحت فشار، چون راندمان یا همون بهره‌وری کود با این به اصطلاح در آبیاری تحت فشار به دلیل قابل کنترل بودنش بالا میره، مقدار مصرف کودی ما میاد پایین. موقعش هم موقع مصرف در آبیاری تحت فشار عرض کردم، چون قابل حل و دقیقا میتونید قابل کنترل است و با سیستم میتونید بدید. اگر منبع کودی، باز برمیگردیم به شماره یک، اگه منبع کودی قابل حل در آب باشه، حتی فسفر و پتاسیم رو بر اساس همون روند به راحتی میتونید استفاده کنید. ببینید توی کشورها از جمله، حالا من یه مورد رو من شخصا خودم دیدم، شما اگر تشریف ببرید، مثال میگم، تو خود همین ازمیر ترکیه میبینید توی باغاتش کلن دو تا تانکه، یکی تانک A، یکی تانک B، یکی تانک کاتیونا، یکی تانک آنیونا، و دائم باغات و مزارع رو دائم به این طریق، چرا؟ چون منابع کودی قابل حل در دسترسشونه و اکثر زمیناشون هم حالا به صورت تیپ داره آبیاری میشه و اینا، و به راحتی کنترل میکنن چه مقدار کود رو و چه زمان رو. در صورتی ما، بازم میگم، به دلیل منابع موجود و محدودی که داریم، حتما باید مونوامونیوم فسفات، چیز سوپر فسفات تریپ یا فسفات آمونیوم رو حتما قبل کش بدیم، سولفات پتاسیم رو حتما باید قبل کش بدیم. ولی اگر ما نیترات پتاسیم داشته باشیم، همزمان میتونیم هم پتاس و هم نیتروژن رو در طول فصل به گیاه بدیم. و یا البته یه کود پتاس قابل حل هم داریم به اسم کلورور، که کلورور پتاسیم در اراضی شور، حواستمون باشه، قابل توصیه نیست، فقط اراضی به جایی که مطمئنیم آب و خاک شور نداره میتونیم از منبع پتاسش با ترکیب کلورور پتاسیم استفاده کنیم. یه موردی هست که باز اینم من دیدم زیاد سوال میکنن که آقا ما مقدار کود مصرفی کود آلمون تو زراعت ها چقدر. ببینید ماده آلی بسیار مؤثره در ارتباط با، خدمتون که عرض کنم، میزان آب مصرفی، راندمان آب مصرفی، راندمان یا بهره‌وری خود کودهای مصرفی، بهره‌وری خود سموم حفظ نباتات. ببینید اینا رو باید حواستون، این ماده عالی، یه خواهش که دارم بزرگواران، اونایی که اینجا تشریف دارن و کارشناسن و قرار کشاورز، سعی کنید مقدار مواد عالی خاکا بره بالا به طرق مختلف، یا کود دامی یا بقایای محصولات در ارتباط با چغندر، چون اگر این کار انجام بشه بسیار عالی جواب میده و به قول معروف، حتی شما دقت بفرمایید، حتی خود تراکتور، چون به راحتی زمین رو شخم میزنه، به راحتی به اصطلاح کلوخ اصلا تشکیل نمیشه،
چقدر توی انرژی مصرفی توسط تراکتور، چقدر در به اصطلاح جیب خود کشاورز، اینا تماماً میاد صرفه جویی میشه و به نفع. مشکل اصلی ما در مزارعمون بس کاهش ماده عالیه، کم بودن ماده عالیه، بی توجهی به ماده عالیه. حالا چقدر ما تو چغندر استفاده کنیم؟ اگر قرار استفاده بشه، اولا حتما باید ماده عالی از کودهای دامی مختلف به قول ما رو کاملا پوسیده باشه و سعی بشه حالا تو بحث کشت پاییزه اگر کاملا پوسیده باشه تو همون شهریور ما میشه استفاده بشه، راحت رو زمین پخش بشه و آماده بشه. و اگر به هر دلیلی خدمتتون که عرض کنم نشد، البته این صحبتی که من میگم نشد و نیاز بود کود دامی استفاده بشه، اولا مقدارش حدود 5 تا 10 تن در هکتار بیشتر نباد بشه، دوم حتما باید پوسیده کامل باشه، و سوم این بحثایی رو که تو بحث کود دامی میخوام من حالا یه چند تا تصویرم از دقت کنید نشون میدم. ببینید تو بحث کودای دامی الان اسیدای فولویک، اسیدای هیومیک، اکثرا همین کودای دامی، ببخشید که میگم البته کودای تقلبی رو میگم نه کودای واقعی رو اصلی، چون بحث اسید هیومیک و اینا اکثرا از منابع زغال سنگ و اطراف منابع زغال سنگ به دست میاد، ولی اکثرا میان همین شیره کود و با 4 تا عناصر غذایی قاطی میکنن و یکم ملاس چغندر هم میزنن دستشو، میگن آقا این کوده نمیدونم به قول معروف هیومیک هست فلان هست، در صورت که باور بفرمایید اینا همون به قول معروف اساره کودای دامی است. این رو دقت کنیم، حالا دلیلم هم با چند تا تصویر نشونتون میدم. پس این رو اگر ما سعی کنیم، و یه موردی هم که از دوستان این بحث کودای کم مصرف و کودای هیومی حواسمون باشه، اگر میبینید یهو میده زنید به محصول، من نمیگم همیشه ولی در اکثر مواقع چون میزان نیتروژن موجودش بالاست، موقع شما میزنی بعد از یکی دو روز سری جذب میشه و سری براق میشه و افراد اینو میان به اشتباه میگیرن، به چی میگیرن؟ به بحث خود اون اسیدیومیک یا کودای به قول معروف. ولی در هر حال یه موردی هست که این مورد آخر من هست که یه چند تا تصویر هست، یه مزرعه هست، البته این رس کشت بهاره بود، جای یونجه بوده، چغندرها بسیار ضعیف در سرپل ذهاب بود، یه کشاورزی یه روزی عکس‌ها رو برای بنده فرستاد و گفت آره با وجودی که جای یونجه بوده این اراضی من خوب نشده فلان نشده، گفت ما یه توصیه همینجوری بر اساس اطلاعات کلی که داشتم بهشون کردم، توصیه منم این بود که آقا کود دامی کاملا پوسیده داری؟ گفت بله. گفتم شما سولفات آمونیوم هم داری؟ گفت بله. گفتم شما گوگرد چیزم دارید به اصطلاح پودری یا گوگرد گرانوله؟ گفت میتونم تهیه کنم. گفتم این سه تا رو به ازای هر هکتار 250 کیلو گوگرد، 250 کیلو سولفات آمونیوم و حدود 4 تا 5 تا کود دامی، گفتم اینا رو شما این سه تا رو قشنگ مخلوط کن بریز، بازم میگم 250 کیلو 250 کیلو و 4 تا 5 تا. ببینید گفتم اینا رو شما کاملا مخلوط کنید بریزید توی بشکه و کامل به هم بزنید، موقع اینا خوب به هم زده شد حالت شیر آبیاری که ایشون، البته میگم این کار پرهزینه و سخته ولی میشه با یه تدابیری به راحتی، و اونایی که حالا استخ دارن فلان دارن به راحتی این کارو میتونن انجام بدن و اون شیره ای رو که من میگم با این زمینایی که اینجوری وقتا ما مواجه میشیم بفرستن داخل زمین. دقت کنید این کار ما بهش گفتیم و خلاصی بنده خدا همون رو با نمیدونم بشکه و شیر و فلان اینا آورد گذاشت سر زمین، چون دقت بفرمایید جای اونجه بوده و وسط این درخت ها جای به قول معروف زیادی هم نبود که اینو گذاشت و خلاصه بعد از دو هفته من دیدم این تصویر، دو سه هفته این تصویر، دو هفته بعد از دو هفته سه هفته من دیدم این تصویر رو برای من فرستاد، آقا اون زمین بعد از دو هفته با اون توصیه کود دامی و چیز شده ای. اینم تقریبا بعد از دو سه هفته بود، اینم تقریبا بعد از یک ماه و نیم که چغندر اومد رسید به این وضعیت. ببینید اینا چیزاییه که ما به راحتی میتونیم با همین منابعی که در دست رسمون هست، منابع کودای دامی، کودای شیمیایی یا اینا، به راحتی میتونیم کمک بدیم و به کشاورز و به قول هزینه گزافی هم متقبل نشیم بابت این کودای اسیدای عالی آمینه و هیومیک و الی آخر. در هر حال این بحثای کلی بود من خدمتون عرض کردم و سعی کنیم به هر حال بحثای کشاورزی مخصوصا این روز آموزشی، من میگم این جالبه که میگه کشاورزی دانش بنیان تضمین کننده کشاورزی پایدار و پایداری امنیت غذایی است. کشاورزی پایدار افزایش مواد عالی به خاک،
اینو یادمون نره، کشاورزی پایدار زمانی ما دست بهش پیدا میکنیم که رویه کار، روند کارامون به سمتی و به سوی بره که میزان ماده عالی خاکای ما رو به افزایش بره، نه اینکه روز به روز به قول معروف مواد عالی کاهش پیدا کنه. من یه گزارشی رو میخوندم جالب بود، میگفت که در گلستان یه روزی تا 40 سانتی به راحتی با دست کنده میشد اراضی گلستان. بعد اومدن یواش یواش گفتن آقا تا نمیدونم 30 سانتی و فلان و چه، الان تراکتوراش هم به زور اونجا رو شخ میزنن. این اثرات مخرب و اثرات نادرست با عملیات نادرست با خاکی که ماده عالی کاهش پیدا کرده و به این مشکلات برخورده. در هر حال ممنونم از بذل توجه و حوصله شما سروران بزرگوار. امیدوارم صحبتایی که اینجا شد به درد دوستان بخوره، تونسته باشه بالاخره راهنمایی باشه برای بزرگواران، کمکی باشه برای کشاورزان زحمت کش ما. این مطالب عرض کردم، اگه میخواستم کامل و دقیق گفته بشه زمان بیشتری میخواست. در هر حال خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. موفق و معید باشید. اگر سوال چیزی هست بنده در خدمتتون هستم، اگر نه که خدا نگهدار. آیه دکتر رضایی از مشهد سوال فرمودن در کشتای پاییزه غیر از استان خوزستان بهترین زمان کوددهی سرک چه زمانی است و در چند موعد انجام میشه؟ جناب رضایی خدمت رو عرض کردم، بهترین زمان سرک در حالا خوزستان رو نخواهیم بگیریم، باید ببینیم اقلیم چی به ما میگه. اگر خدمتون از ما توقف رشد نداشته باشیم، این کشت بهاره در همون ابتدای فصل بهترینه اگر توقف رشد نداشته باشیم. و اگر بخوایم از کود به اصطلاح کودای کندره مثل اوره با پوشش گوگرده باشه میتونیم قبل از کاشت، ولی اگر ما توقف رشد داشته باشیم باید بر اساس حالا تجربیات و یا بر اساس به قول معروف خود عینی و چشمی که میبینیم گیاه شروع به رشد میکنه، تقریبا یه هلوش همون زمانی که رشد مجدد شروع میشه نسبت به سرک ما اقدام کنیم. اما چند نوبتش برمیگرده به خود خدمت رو از کنم نوع بافت خاک. ما تلاش کنیم اگر بشود و بافت ما سبک نباشد، سنگین باشه که شستشو انجام نشه، تمام کود سرک رو یک جا و یک نوبت استفاده کنیم، بسیار اثرش بیشتره. اما لحاظ اقتصادی که نمیخوای به قول معروف هزینه کودپاشی رو متحمل بشی، ولی اگر نه به قول معروف این بحث بافت خاک سبک باشه و احتمال شستشو و یا حتی احتمال بارندگی زیاد باشه و شستشو انجام بشه،
میتونیم ما در دو نوبت نهایت استفاده کنیم. بیشتر از دو نوبت توصیه نمی کنم، مگر ما آبیاری تیپ و یا چیز داشته باشیم که قابل کنترل باشه و بتونیم حتی تیپ رو شما مثلا حتی میتونید 20 نوبت هم استفاده کنید، 10 نوبت هم استفاده کنید. شما هر هفته مثلا 200 کیلو میخوای بدی، هر هفته 50 کیلو به سیستم تزریق کنید. این برمیگرده به شرایط خاک، شرایط اقلیم و نوع منبع کودی و خود سیستم آبیاری و بافت خاک. بزرگواران خدا نگهدارتون باشه.